الله خوب من، بسم الله عمر من، بسم الله سرم و توی روزه بزن. دوست دارم بمیرم مثل تو، بیکفن بیکفن بیکفن. بسم الله الرحمن الرحیم. سر به فلک کشیده سر تا شده خاک پای تو، دل ز همه بریده دل تا شده آشنای تو، دیده فرات ریخته سینه خیام سوخته، گشته هر استخوان من یک نی نینوای تو، هنجر خشک و چشم تر این نه عجب بود اگر، خنجر آب دیده خون گریه کند برای تو، ذکر دلم خدا خدا جان و تنم تو را فدا، کاش سرم شود جدا تشنه به کربلای تو، ای سرت از بدن جدا ای همه عالمت فدا، ذات مقدس خدا آمده خونبهای تو، کوه به ناله آمده سنگ به سنگ سر زده تا شده شستشو به خون روی خدا نمای تو، فدای جان و پیکرت بعد بریدن سرت، از چه دیگر بریده شد دست گره گشای تو، ای که تمام عالمت ناز کشیده از غمت، عنایتی که میسمت سر شکند به پای تو. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين، السلام عليك يا ابا الفضل العباس، السلام عليك يا زينب الكبرى، السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجن، السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. عرض سلام ادب درود خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جانی امام حسین در سرتاسر کره خاکی، شما بزرگوارانی که از میون بالای 7000 شبکه ماهواره‌ای شبکه امام حسین حسینیه‌ای که از روی بهشت روی زمین از بین الحرمین از کنار حرم مطهر حضرت سید الشهدا و قمر منیر بنی هاشم تو خونهاتون بردین با سفره عشق، و امشب به نام سه ساله حضرت حسین سلام الله علیه، حضرت رقیه سلام الله علیها، همونطور که دیشب هم خدمتون عرض کردم امشب در پای سفره حضرت رقیه سلام الله علیها و سفره عشق می نشینیم. سال گذشته بود خیلی ها دلشون می خواست از این سیب که در میون این سفره است میل کنن، اما اون نمیشه، امکانش نبود که، و نه به اون تعداد بود نه اون که بتونیم اینها رو سالم به دستون برسونیم، از نظر ارزش مادی که ارزشی نداشت. ولی من خب خدا خیر بده خانومم خدا رحمت کنه باباشون رو، ایشون گفتن من سیبها رو رنده میکنم خوش میکنم و به صورت چایی برای اونهایی که بیمار دارن بلخص اونهایی که سرطانی دارن میفرستاد، و یه مقدار هم همین رو فرستادیم
خدمت بعضی از این عزیزان بینندگان خودشون میدونن به دستشون رسید و به حمد الله و المنه و به لطف حضرت حسین سلام الله علیه و عنایت حضرت رقیه سلام الله علیها مصرف کردند و بهره بردند. انشاءالله امسال هم همین کار رو خواهم کرد و برای اونهایی که مریض دارن از همینجا، ضمن اینکه آرزوی شفای کامل دارم، همه اونهایی که ملتمس دعا هستن از هر کجای عالم امشب دعاگوتون هستیم. من بارها عرض کردم صبحها که مشرف میشم حرم به نیابت از طرف همه شما بزرگواران هست و انشاءالله حتما شریکید در این زیارات و انشاءالله اجرش رو در دنیا و آخرت به دست با کفایت حضرت حسین سلام الله علیه خواهید گرفت. خدمت برادر عزیزم جناب آقای علیرضای انصاری نجات هستیم، خدا رحمت کنه بابای ایشون رو هم، انشاءالله که از سفره عشق امشب ثوابی و حظی نثار بشه به روح همه گذشتگان، پدر مادرای شما بینندگان عزیز و همچنین پدر ایشون انشاءالله. و همینطور فراموش نکنم والده مکرمه حسینه های خاکپور عزیزمون که دهه قبل در خدمت ایشون بودیم، بابای حاج حسینه های شیوامون که دهه اول محرم در خدمتشون بودیم، همه رو امشب یاد کنید، خیر دنیا و آخرت ببینید انشاءالله. سلام علیکم، خسته نباشی، زیارتت قبول، خدمت شما ایم. سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت شما سرور گرامی جناب حاج آقای فتاحی و یکایک بینندگان عزیز در سرتاسر این کره خاکی. نایب الزیاره همه دوستان بودیم تو این شبا و این روزا، انشالله که قسمت همه بشه یه چنین ایامی کربلا عرض ادب کنیم، در خدمت شما هست. ممنون از بزرگواری شما. همونطور که بینندگان مستحضرید، شاید بعضی ها دیدید برنامه سرزمین عشق رو در فاصله هایی که داشتن از بین الحرمین خودتون نظارگر بودید چه شور و قوقایی بود. امشب از بعد از نماز مغرب و عشا در بین الحرمین و پای سفره حضرت رقیه سلام الله علیها، امشب شهر شام هم قوقایی است. دختری در فراق پدر و امشب عمه سادات باز داغدار میشه، داره که امام باقر سلام الله علیه فرمود رقیه خودش رو فدای کاروان کرد. امیدوارم که بچه هاتون تو خردسالی یتیم نشن. و بعد اینکه این دختر خودش بوده خیلی عجیبه، عجیب عزیزه بود تو کاروان این دختر، چون هم مادر رو از دست داده بود، یعنی از جانب مادر حضرت ام اسحاق از دنیا رفته بود، از کودکی بیمادری رو کشیده و چشیده بود، کربلا هم که بابا رو از دست داد تو 3 سالگی. فلذا مثل علی اصغر برای کاروان خیلی عزیز بود حضرت رقیه سلام الله علیها، تا روز عاشورا که دائم در بغل عموجانش قمر بنی هاشم و دیگر عموها و داداشش علی اکبر بود و بعد از شام غریبان دیگه شروع شد اون چه باید برای یه نفر در 100 سال پیش بیاد، برای این تو این مدت قلیل پیش اومد. داره که هر بار رو شتر خوابش میبرد از شتر میافتاد پایین. بفرمایید آقای انصاری. بسم الله الرحمن الرحیم. من سفیر پسر فاطمه نام
خدایم در دل شام چراغ دل مصباح خدایم گرچه به تا صفحه هشت پیام آور خون شهدای قنچه کوچک و نورسته از گلبن زینب دیگری از کرب و بلا تا به دم شام شام آمده از آه دل سوخته مهد توحید بود دامن افروخته من عشق و ایثار و وفا تربیتا جود و احسان و عنایت با بدن دوخده من گرفتارا کجان شب شهادت بی بی سه ساله کربلا گرچه در گوشه ویرانه غریبانه نشستم گرچه در گوشه ویرانه غریبانه نشستم گره خلق خداوند شبم باز به دستم گاه گردید پدر شیفده گفت و شنودم گاه با گردش چشمم دل عباس رو بود بودم گاه با مهر رو خم ماه بنی فاطمه بودم جامعه کریمم مشمارید در این گوشه ویرانه حقیرم
من زبان علی کنج ویرانه امون جای به قلب همه دارم با خدا گرم مناجات و به لب زمزم دارم شیرم نه زرو به صفتان واهمه دارم شیر دخت پسر شیر خدا دختر شیرم من شماری در این گوشه ویرانه حقیرم تا خودشو معرفی میکرد اما الان داره از دردای دلش میگه عرش توحید ز سر به قد من قائم دارد دور بیداد گرد عشق مظلومی من جای به چشم همه دارد میخوای دلت یه لحظه بره مدینه عشق مظلومی من جای به چشم همه دارد چادر خاکی من بوی خوش فاطمه دارد چادر صورت زهرا شده از ضربت سیلی تو ایام سارد هر جا خیمه‌ای به پا می‌شد اول از همه اونایی که نیزه‌دار بودن میومدن نیزه ها رو کنارم میکوبیدن اون نیزه هایی که سر بریده بالاشم اما بمیرم تو یکی از این منازل دیگه این سه ساله طاقت نیاورد تا منزل گزیدن یه وقت خودشو از بالای از روی زمین انداخت دوید اومد کنار این سرای بریده حتی دشمن هم با این صحنه گریه کرده آی بمیرم چه کردیم سه ساله اومد کنار اون نیزه ای که سر مریده یه باباش بلاشه یا عبدالله چیزی نگفت رد شد اونایی که داغ جوون دیدید اومد کنار اون نیزه ای که سر مریده یه علی اکبر بلاشه اما چیزی نگفت رد شد اومد کنار اون نیزه ای که سر بریده یه قاسم بناشه چیزی نگفت رد شد آماده ای آمه یا صاحب زمان معذرت میخوام آقا وای بمیرم یه وقتی هم اومد کنار اون نیزه ای که سر بریده یه علمدار بناشه آی
شروع کرد امو حرف زدن. امو کجا بودی ببینی بارو قیه یه سه ساله چه کردن. امو امو ببین صورتم که بوده. امو امو آثار تازیانه رو روی بدنم ببین. امه کوچک سادات جهان زینب ثانی، ای لبم کوثر قرآن رخت سر مثانی، غنچه نورس زهران گل رنای خزانی، ای گدای در ویرانه تو عالی و دانی. بی بی جانم حیف باشد، حیف باشد که به در گوشه ویرانه بمیری. دل شب عشق بریزیم غریبانه بمیری. حیف حیف از تو که غساله بشوید بدنت را، یا در آرم دل شب ز بدن پیروهنت را، یا که در گل بگذارم گل یا سمنت را. دفع کردن نهانی شب تاریک تنت را، تو ز سر تا به قدم آینه فاطمه هستی. دل شبم دفع شدی تا که ندانم که هستی. زانو بغل کرده ولی انگار خوابیده، زانو بغل کرده ولی انگار خوابیده. یا از نفس افتاده یا این بار خوابیده. برخش خوابیدن برایش کار سختی نیست، طفلی که تا دیشب به روی خار خوابیده. هر بار خوابش برد از روی شتر افتاد، هر بار خوابش برد از روی شتر افتاد. روی شطور ها
حداقل ده بار خوابیده. دیروز زیر سایه عباس میخوابی، امروز زیر سایه دیوار خوابیده. هر کس یا من دیدنش او را اذیت کرد، هر کس یا من دیدنش او را اذیت کرد، امروز از صبح قربون غم آدم میزادا، این گونه بیدارش نکن ای زجر ای نامرد. این گونه شلاغ را از صورتش بردار خوابیده. شلاغ را از صورتش بردار خوابیده. سر رسیده غم انتظارها، گویا به سر رسیده غم انتظارها، از راه آمده همه ی عرفه ی سه ساله اینه. بابا خوش آمدی، بابا خوش آمدی، قدمت روی چشم من. بابا خوش آمدی، قدمت روی چشم من. چشمی که خون شده ز غم روزگارها، با گریم بساط ستم را بهم زدم. بابا یه کاری کردم توی شام که شام رو روی سر اهل شام خراب کردم. اون شبی که میخواستن خرابه رو روی سر ما خراب کنن، اونقدر ناله زدم گفتم بابا بابا بابا. چه خبر خرابه دختر حسین، داره صدای بابا میزنه. با گریم بساط
ستم را به هم زدم، آوردم برای شما افتخارها. بابا این گیسوان مختصرم همه میدونید وقتی بابای خونه دختر میره اسباب میخواد، وسایل میخواد، دختر باید لباس نو بتن کنه. اما این 3 سال چی میگه؟ با گیسوان مختصرم فرش راه تو باقیش مانده از میان شرارها. بابا یه قولی برام داده بودی اما یادم نمیره، گفتی مرا دوباره بغل میکنی ولی دستت کجاست؟ آه چه شد آن قرارها؟ دستت کجاست که بگی بر مرو؟ یا این که گیر ببر یا ببر مرو بابا. بابا محو سر تو بودم و یا صاحب الزمان محو سر تو بودم و همش نگام به بالای لیزه بود، محو سر تو بودم و خوردم زمین فدر، یک مرتبه دو مرتبه نه بلکه بارها، یک مرتبه دو مرتبه نه بلکه بارا. بابا صوت خفیف و دست نحیف و تن ضعیف مانده برای دختر تو یادگارها. هر کی امشب عشق نداشته باشه ضرر کرده. ای تماشای تو عبادت من، جان من باز بر لب آمده ای چرا شب آمده ای؟ داغ تو ذره ذره آبم کرد، لب خشکیدم کبابم کرد. زن باشد بابا گلوی پاره پاره آوردی، عوض گوشواره آوردی، گلوی من داغ دیدم
دیده کسی قامت خم گواه صبر من است، گوشه این خرابه قبر من است. بابا چرم است و زیانه آزردن، چادر خاکی من آوردن، سیلی از خاطرت اگر خوردن، ارث مادر به کودکی بردن، شامیان بی مروت و بستن، دختران را بریسمان بستن، نه بابا دخترت را بریسمان بستن، همه را با شتاب می بردن سوی بزم شراب می بردن، نفسم در شماره می افتاد، در وجودم شراره می افتاد، بارها بین ره زمین خوردن. اما من خزم حمله بر می شد، امه می آمد و زفر می شد، بابا امه می اومد خودش رو زفر قرار می داد، می گفت منو بزنید این یتیمه، بس که امه مدافع امه شد، سر شبیه فاطمه شد. ز عشق من و طفلا چرا غم شده ویران، بیا امه تمام زره آمد مهمان، شبم را سهر آمد، شبم را سهر آمد، پدر سفر آمد، پدر سفر آمد، توی ماه منیرم ز تو بوسه بگیرم، بابام ز لبهای پر از خون دعا بمیرم، شبم را سهر آمد، شبم را سفر آمد، پدر از سفر آمد، بلم زمزم رخ فاطمه آمد.
شبم را سر آمد پدرم سفر آمد پدرم سفر آمد داغ دارم جگر ندارم که داغ دارم جگر ندارم که غیر گریه هنر ندارم که باغ‌های مدینه مال من است از بیابان خبر ندارم که پشت اسبش دویدم خیلی من که پای سفر ندارم که آتش خیمه گیسویم را برد آتش خیمه گیسویم را برد جز همین مختصر ندارم که این گل سرخ چیست روی سرم من که سجاد سر ندارم که گوشواره علنگو خلخال رفت دیگر گوهر ندارم که دختران دمشق میگویند من یتیمم پدر ندارم که من تو را از یزید میگیرم من تو را از یزید میگیرم یک پدر بیشتر ندارم من تو را از یزید میگیرم یک پدر من تو را از یزید میگیرم یک پدر بیشتر ندارم که الله اکبر هر دختری ز مادر خود ارث برد سیلی و تازیانه ز زهرا به من رسید شب زنده داری من و ویران نشینیم ارسیش که از علی به من خون جیگر رسید ارسیش که از علی به من خون جیگر رسید به نفسی انتم یا اهل بیت نبوه ممنون از این که امشب هم ما رو تو خونهاتون تو حسینیاتون راه دادید انشالله این اشعار ذخیره شب اول قبل و قیامت همه باشه در رأس همه دعاها و حوائجمون باشه دعا برای فرج آقامون مولامون صاحب اختیار و صاحب دممون حضرت بقیت الله العظم روی فدا اللهم اجل ولیک الفرج اجل ولیک الفرج والعافیت والنصر تا فردا شب و سفره اشکی دیگر همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ می سپارم یا علی مدد خدا نگهدار همه شما بسم الله خوب من بسم الله عمر من بسم الله سرم و توی روز بزن دوست دارم بمیرم مثل تو بی کفن